رازه های خبر از آریانا، امشب با اورانوس مصمم. احتمال زیاد شدن نامزدان در فهرست ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات. واکنش ها نسبت به گزینش های تازه ریاست جمهوری در شماره از وزارت ها. و پیشتازی طالبان مسلح در جنگ روانی و تبلیغاتی نسبت به نهادهای دولتی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز شنبه هفتم ماه عقرب سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود با 29 ماه اکتبر سال 2013 میلادی. مشروع خبرها. احتمال می رود شماره از نامزدان راه نیافته به فهرست ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات در بررسی های کمیسیون شکایت انتخاباتی به فهرست نهایی راه یابند. کمیسیون شکایت انتخاباتی که از سراز بدین سو بررسی ها در مورد شکایت را آغاز کرده است، از احتمال حذف برخی نامزدان احتمالی از فهرست نهایی خبر می دهد. با گفته کمیسیون شکایت انتخاباتی، در حال حاضر آنان بیش از 500 شکایت و اعتراض دریافتی را زیر کار دارند. همکارم عبدالوکیل نایبی گزارش می دهد. بخشی از اسناد 10 تن از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شامل فهرست ابتدایی گردیدند، هنوز جهت بررسی به کمیسیون شکایات انتخاباتی نرسیده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی تلاش‌های خود روی اسناد و مدارک شامل شکایات و اعتراض‌های رسیده به این کمیسیون را شدت بخشیده است تا بتواند مطابق به زمانبندی از قبل تعیین شده فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را آماده سازند. این کمیسیون احتمال رای یافتن برخی نامزدان را که شامل فهرست ابتدایی نشدند را دور از تصور ندانسته و بر این باور هستند در صورتی که قانون به درستی تطبیق شود، احتمال می رود برخی نامزدان از مجموع 10 نامزد احتمالی نیز از فهرست نهایی حذف شود. چنان که قانون تطبیق شود، این امکان وجود دارد که برخی کاندیداهایی که نامشان حذف شده مجددن به لیست برگرده و برخی از کاندیداهایی که حتی در لیست هم آمده ممکن است که در نتیجه بررسی ها اینا در لیست نهایی نام خود را نبینند، چون این صلاحیت تثبیت لیست نهایی و تصمیم نهایی راجع به مسائل انتخاباتی از وظایف کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی هست مطابق حکم قانون. در حالی که قرار است تا کمتر از 20 روز دیگر فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شود، کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بیش از 500 شکایت و اعتراضهای انتخاباتی را روی دست دارند تا به درستی بررسی کنند. رئیس جمهور کرزی میگوید سطح پایین سواد، سرمایه گذاری های ناکافی در معارف و تروریسم سبب عقب ماندگی کشورهای اسلامی شده است. رئیس جمهور کرزی که امروز در نهمین نشست مجمع جهانی اقتصاد اسلامی سخنرانی میکرد گفت که جهان اسلام نیاز دارد تا روی ظرفیت های مؤثر خود سرمایه گذاری کرده و پالیسی های را وضع کند که مشارکت توسعه سرمایه گذاری ها، مبادلات آزاد اموال تجارتی، منابع کار و تبادل افکار در بین کشورهای اسلامی باشد. رئیس جمهور کرزی همچنان در این نشست از پیشرفت‌های 10 سال اخیر کشور یادآور شد. گفت که این کشور آماده است تا بهترین سهولت را برای سرمایه گذاران فراهم سازد. در این حال شمار از اعضای مشران و جرگه نشست سه جانبه سران افغانستان، پاکستان و بریتانیا را بیفایده خوانده از دولت افغانستان میخواند تا در سیاست خارجی خود بازنگری کند. آنان میگوید دولت باید از جامعه جهانی بخواهد تا بر پاکستان فشار وارد کند تا در تامین ثبات افغانستان همکاری صادقانه داشته باشد. سفر رئیس جمهور کرزی به بریتانیا و دیدار سه جانبه با نخست وزیر انگلستان و پاکستان با واکنش های گوناگون در کشور روبرو شده است. شماره از اعضای مشنان و جرگن نیز به نتایج مثبت این دیدارها به دیده شک می نگرند. آنان می گویند پیش از این نیز نشست های دو جانبه و سه جانبه برگزار شده است که نتایج مثبت در پی نداشته است. پدې کې د افغانستان حکومت باید خپل اجنډا بدل کړي، خپل دریز بدل کړي. نن نور د پاکستان سره په وجز او په زارۍ باندې موږ سوله وغواړو. موږ باید دنیا ته وښیو چې پاکستان د تروریزم تجهیز او تمویل کوي. نور باید پر پاکستان باندې موږ دا وغواړو، پر پاکستان باندې یوازینۍ فشارونه وغواړو د دنیا سره. چاره میشه که
که میره. من نمیفهمم که او خود فریب میده، مردم افغانستان فریب میده، واقعا خوش خدمتی به پاکستان و آمریکا میکنه. بره پاکستان میریم، این در افغانستان جرأت نمیکنیم که بخوای ما روز در انگلستان میریم و ای جای آمریکا شما بیار بر ما امنیت انتخابات ما رو مهیا بساز. پس از این معلوم است که امتیاز هم باید برش بدیم. آجندای امنیتی در بیرون از افغانستان گرفته میشه به خاطر امنیت افغانستان. در انگلستان و آجندای امنیتی سه جانبه بین افغانستان و دولت انگلستان و پاکستان صورت میگیره، در حالی که از این آجندای امنیتی در بیرون افغانستان بارها و دفعات صورت گرفته ولی هیچ گونه تأثیر در امنیت افغانستان نداشته بوده و همیشه منفی بوده. این در حالی است که شماری از آگاهان سیاسی نیز نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و انگلستان را بی نتیجه می خوانند. در ماه فوریه امسال نیز سران سه کشور در بریتانیا با هم دیدار کردند و اعلام کرده که تا 6 ماه آینده روند صلح به نتیجه مطلوب برسد. گزینش های تازه رئیس جمهور کرزی با واکنش های متفاوت در محافل سیاسی روبرو شده است. عده‌ای از سناتوران میگویند برخی از اعضایی که در گزینش های تازه از سوی حکومت معرفی شدند بر حال در یک کرسی اند و این گزینش ها خلاف قانون اساسی افغانستان است. از سوی هم عده‌ای از کارشناسان میگویند که در 12 سال گذشته اصل شایسته سالاری مورد توجه حکومت نبوده است و بیشتر حکومت در تلاش نشاندن طرفداران سیاسیش بوده است. فرهناز فروتن گزارش میدهد. آنچنانی که به نظر می رسد مجلس سنا از گزینش های تازه رئیس جمهور کرزی در پست های مختلف حکومت راضی نیست. واکنش های تند سناتوران به سبب تعیینات تازه حکومت. برخی از سناتوران می گویند که حکومت با این گزینش ها در پی بقای سیاسی خود است. وجود چنین شخصیت های در رأس چنین ادارات تخصصی چی کمک میکنه به وضعیت سیاست، به وضعیت اقتصاد، به وضعیت اداره سالم در افغانستان؟ بنابراین این بسیار تکاندهنده است به واقعیتش. این خدمتگذاری برای مردم افغانستان نیست، ساختن تیمی واحد است. برخی دیگر از سناتوران میگویند رئیس جمهور در برخی این تعیینات خلاف قانون اساسی افغانستان عمل کرده است و به یک فرد چند پست را داده است. این سناتوران میگویند که شورا باید در قسمت رای گیری این افراد دقت تمام را کند. که از لحاظ قانون این کار خوب نیست. جناب رئیس جمهور چرا اینطور کارا را میکنه و مقرری های خلاف قانون میکند و ما امیدوار هستم که جناب رئیس جمهور فرد اول مملکت است، رئیس عرصه قوا است، اولین وظیفه‌اش حفاظت از قوانین میباشد به ویژه قانون اساسی. در اصل وقت که در کم رشته تعینات چه شویده پدی که در کار لیاقت په نظر کې نیول شوی وای دا به ډیر زیات بهتر و مونږ به د ولسي جرګې نه خواهش وکړو چې بدون د تعلقاتو نه، بدون د قومي او نور ملحوظاتو نه په ډیر جدیت باندې باید دغو کسانو په مورد کې هغوی تصمیم ونیسي. کارشناسان میگویند که رئیس جمهور بر اساس اصل شایسته سالاری کمتر کار کرده است و بیشتر گزینه ها را از محدوده حلقه سیاسی خودش انتخاب کرده و کمتر به دیگران فرصت داده است. افرادی که در اینجا ما می‌بینیم بیشتر کسایی هستند که وفاداری شخصی با آقای کرزی داشتن، نه مسئله که ما بگوییم موضوع شایسته سالاری در جامعه مطرح بوده. به خاطر است که ما می‌بینیم که یک نفر است که یک بار وزیر داخله است، باز وزیر خارجه میشه، یک بار هم وزیر موظف آمد مخدر میشه. این چیزایی است که تعجب آور است. اخیراً رئیس جمهور کرزی ضرار احمد مقبل را به عنوان سرپرست وزارت خارجه، عارف نورزی سرپرست وزارت انرژی و آب، اکبر بارکزی سرپرست وزارت مادن، شاکر کارگر سرپرست وزارت تجارت و صنایع و مبارز راشدی را سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده است. شماره از سخنگویان حکومت افغانستان میگویند که طالبان مسلح در جنگ روانی و تبلیغاتی نسبت به نهادهای حکومت افغانستان موفقند. این مقام های ارشاد امنیتی میافزایند که طالبان با نشر پیام ها از طریق رسانه ها میخواهند که دولت افغانستان را ضعیف جلوه دهند. همزمان با این برخی از نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران ناتوانی سخنگویان حکومتی را در بازی های تبلیغاتی شکایت میکنند. شرح بیشتر در گزارشی از نورالله شایان. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی در نشست زیر نام هماهنگ سخنگویان ارشد حکومت می گوید که گروه طالبان در شایع پراگنی و نشر پیام هایشان از طریق رسانه های اجتماعی بسیار موفقند و خبرها را زودتر از طریق اینترنت و رسانه ها به مردم می رسانند.
به گفته وی انجام عملات انتحاری در محلات پر ازدحام، سربریدن ترجمانان و نیروهای امنیتی از سوی گروه طالبان بخش از تبلیغات روانی هستند که طالبان میخواهند از آن عمر تحت تاثیر خود قرار بدهند. لطف الله مشعل، یک تن از سخنگویان ریاست امنیت ملی، همچنان میگوید که توریستان از سایت های اینترنتی، نشریات چاپی، کارت های حافظه و رساندن پیام های سری بر رسانه ها میخواهند که تبلیغات گسترده نمایند. دشمن چی وسایل داره برای تبلیغات، در حالی که ما همه امکانات داریم، اما او میتونه به شکل مفیدی پیام رسانی کنه و ما در موارد پیام رسانی ما نمیگم موفق نبوده، اما خیلی پربار نبوده، خیلی دستاورد نداشته. افغانستان که جرگه، مسجد، ملک، حجره، عیدین، لوی اختر، وروک اختر، نوروز او نور دست ملی و رزی او رخصتیانی دی سی دشمن دیغن استفاده کوی، تورستان هم دا اوس دی انعنوی او سنتی تبلیغاتی لارو ندیر استفاده کی. اسوی هم رئیس امور پلیس وزارت امور داخله میگوید که مخالفان تلاش دارند در ولایت های مرکزی، شمال و جنوب تحرکاتشان را افزایش دهند. راپورهایی که از طریق منابع کشفی دریافت گردیده، گروه های مخالفین در نظر دارند که بیشترین تحرکاتشان را در مربوطات ولایت لوگر، غزنی، میدان وردک، کابل، پکتیکا، فاریاب، بدخشان، فرا، هلمند و زابل متمرکز نمایند. اما مسئولان دیدبان رسانه های آزاد افغانستان میگوید که عدم کارایی دولت در ارائه اسناد و معلومات برای رسانه ها سبب شده است تا رسانه ها بیشتر به منابع طالبان اتکا نمایند. صدیق الله توحیدی، رئیس دیدبان رسانه های آزاد افغانستان، می افزاید که همکاری طالبان به رسانه ها سریع تر است، اما سخنگویان حکومتی پس از ساعت ها حاضر به ارائه معلومات به رسانه ها می شوند. وقتی که منابع خوب، موثق و رسمی در اختیار خبرنگاران قرار نمی داشته باشد، خواهی نخواهی خبرنگاران به منابع طرف مقابل می پردازند. گفتنی است که سال 2013 پر چالش خوانده شده است و مقام های امنیتی نیز گفتند که دشمنان به دستور استخبارات منطقه می خواهند تا با تبلیغات جنگی انتخابات ریاست جمهوری را برهم زنند. باز هم خوش آمدید. گروه بازسازی ولایتی استرالیا روز گذشته پس از 9 سال فعالیت در ولایت اورسکان دفترش را بست. نخست وزیر استرالیا میگوید که با بسته شدن این دفتر کمک های استرالیا با افغانستان قطع نخواهد شد. از سوی دیگر مسئولان امنیتی در اورسکان میگویند حالا نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت این ولایت را پیدا کردند. با این حال شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند پیشرفت ها و دستاورد های چند سال گذشته در حد توقعی مردم افغانستان نبوده است. تیم بازسازی ولایتی استرالیا پس از 9 سال فعالیت در ولایت اورسکان ماموریتش را تمام کرد و دفترش را در این ولایت بست. نخست وزیر استرالیا میگوید با وجود بسته شدن این دفتر کشورش مصمم است که کمک‌هایش را به افغانستان ادامه دهد. خروج سربازان ما یک مناسبت تلخ و شیرین است. با آنکه کارهای زیاد انجام شده، اما افغانستان به عنوان یک محل خطرناک باقی مانده است. از سوی هم وزیر امور داخله میگوید که ظرفیت های نیروهای امنیتی افغان حالا بالا رفته و توانایی تامین امنیت را به تنهایی دارند. با این حال شماره از اعضای مجلس نمایندگان میگویند پیشرفت های یک دهه اخیر متناسب با توقع مردم افغانستان نبوده است. من تاسو ګورای افغانستان په داسه وضعیت کې قرار لري چې د تاریخ په اوږدو کې دومره د بدبختۍ سره مخامخ نه وو. نو واقعا یو کم پسیدی دوی دلته کومکونه هم کړی دی چې هغه موږ تقدیرو، اما په مقابل کې دوی خپل اهداف هم لسره وړي دي. بل خصوص موږ مساله قواوی لا تر دې دمه هم هغه څه چې ضرور او هغه څه چې هغه سلاګان چې ضروري چې مساله قوا په مساله لا تروس هم ندی مسئله شوی. قرار است که این قرارگاه نظامی به اردوی ملی افغانستان تسلیم داده شود و بیش از 1500 سرباز استرالیایی تا جشن کریسمس افغانستان را ترک کنند. 40 سرباز استرالیایی در جریان مأموریت نظامی 10 سالی این کشور در افغانستان جان باختند.
نهاد مدنی و حقوقی عدالت ادعا دارد که بررسی آنان از زندان‌های کشور و زندان مرکزی ولایت بلخ نشان می‌دهد که اکثر زندانیان بیش از زمان معین در حبس اند. فیصله‌های غیابی، عدم رسیدگی به پرونده‌های مجرمان، لاتوکوب و تجاوز جنسی در جریان تحقیق و ده‌ها مورد دیگر از تخلف‌ورزی‌هایی است که به باور این نهاد در زندان‌های کشور وجود دارد. شمس الله شمس، رئیس نهاد مدنی و حقوقی عدالت، دستگاه قضایی و عدلی بلخ را نیز با کوتاهی در این موارد متهم می کند، چیزی که از سوی ریاست سرانالی استیناف بلخ رد می شود. نهاد مدنی و حقوقی عدالت مدعی است که در زندان‌های کشور ده‌ها تخطی و قانون شکنی وجود دارد. این قانون شکنی ها از عدم رسیدگی به پرونده های مجرمان گرفته تا لاتوکوب و تجاوز جنسی در جریان تحقیق، تطبیق نشدن درست فرامین در رهایی زندانیان تا سوی استفاده قضات و سرانوالان از صلاحیت وظیفه وی. شمس الله شمس، رئیس نهاد مدنی و حقوقی عدالت، دستگاه قضایی و عدلی بلخ را نیز به کوتاهی در این موارد متهم می کند. خود سرانوالی با تعلق به پلیس گرفته شوه تا که برای این محبس ها را ما خلپ کلی از را پیدا نکنیم، سخت نگران هستیم. با یک قتل هزاران قتل آوردن هیچ قتل وجود نداره که یک درخواست هایشان که پیش ما بود که یعنی هسته که امروز یک برادرش شهادت داده در این محبس و خودشان با حالت مرگ قرار داره. دوسیه‌ش که ما بررسی میکنیم آخر نه قتل وجود داره و نه کشنده داره. بررسی های نهاد مدنی و حقوقی عدالت همچنان نشان میدهد که اکثر زندانیان در جریان تحقیق یا لاتوکوب میشوند و یا هم طبقه اوناس مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند. شمس الله شمس تاکید میکند که کلید زندان ها به دست قضات و سرانوالان قانون شکن قرار دارد. در اسنای تحقیق تجاوزهای جنسی هست که و لیستایشان پیش ما هست و بعض چیزهایی که حمل ورداشتن مطابقت مغایرت داره با گرفتاریش و شوهرش و نبودن شوهرش، حمل داره، ولادات کرده. بلخ هم هست، کابل هم هست، بدخشان هم هست، تخار هم هست، پاریاب هم هست، جوجان هم هست، ارزایشان پیش ما هست. در این حال خواستیم نظر رئیس محکمه استیناف ولایت بلخ را در این مورد داشته باشیم، اما رئیس محکمه استیناف بلخ حاضر به گفتگو در این مورد نشد. اما مسئولان در ریاست سرانوالی استیناف ولایت بلخ این گفته ها را رد می کنند. مطلقا برای تمام محبوسین و مظنونی که وجود دارد، داشتن وکیل مدافع را یک عقد طبیعیشان دانستند و خوشبختانه که ما مساعدین حقوقی داریم، چی در بخش دولتی است و چی اکثر اشخاصی که توان مالی دارن، اینا میرن وکلای به حساب با پول میگیرن، اجاره میگیرن. اینها معمولا تماما قضایای ما با وکلای مدافع یک جا تکمیل میشن و ما یک گفت مطلقا رد میکنم. موجودیت شکنجه در زندان‌های افغانستان چیز تازه‌ای نبوده. پیش از این نیز سازمان ملل از شکنجه شدن زندانیان از سوی ماموران دولتی ابراز نگرانی کرده بود. خبر آخر از کشور این که شمار از ساکنان ولسوالی گلستان ولایت فراز افزایش ناامنی و مسدود بودن راه‌های انتقالاتی نگرانی دارند. آنان میگویند دولت به مشکلات این ولسوالی هیچ توجه ندارد. همزمان با این والی فرا که از ولسوالی گلستان دیدار میکرد و ساکنان این ولسوالی وعده داد که بزودی به مشکلات مردم این منطقه رسیدگی خواهند کرد. خوشحال زالان از ولایت فرا گزارش میدهد. گسترش ناامنی فریاد ساکنان ولسوالی گلستان ولایت فرا را نیز بلند کرد. ساکنان این ولسوالی میگویند که مشکل نبود خدمات صحی، مکتب، مخابرات و مسدود بودن راه‌های انتقالات به مرکز هیچگاهی در این ولسوالی حل نشده است. آنان همچنان گسترش ناامنی را چالش جدی برای مردم این ولسوالی دانسته و از دولت میخواهند که اقدام جدی کند. دکتر نلرو، سرک نلرو، پاید تلفن نلرو. لوزه خواهش ده خپل د وطن والی صاحب ته لرمه چې دغه درې سوه کوره لوی موټران په دې لار نشي تلی، سایکلان نشي راتلی، مریضه هم نشي راتلی چې دغه لار چې اوس یې موږ ته راسپارلې یعنی بودنه نشي تلی. در همین حال محمد عمر شیرزاد والی فرا که با چرخبال به این ولسوالی سفر کرده بود میگوید مشکلات ساکنان ولسوالی گلستان به زودی حل خواهد شد. داوس عملا ستاسي دپاره تو یو میلیون ډالر ډیر پیسې او دغه سیمې منظور سیمې د ګلستان ولسوالۍ د پاره ګر چې دا باید یو کال مخکې سوي وای، دوه کاله مخکې سوي وای، درې کاله مخکې، ځکه په نورو ولسوالۍ کې دغه پروګرام دوه کاله مخکې سوي. همچنان والی فرا باشنده های ولسوالی گلستان را متهم به عدم همکاری به دولت کرده و گفت
تا زمانی که مردم با دولت همکاری نکنند، پیشرفت امنیتی و رفاه در آن ولسوالی دشوار خواهد بود. حکومت خدا وکری چه دا پیسه ایتل سرا ورسولی ترجیه زای پری را ورسولی پا کلی که بیت سنگ مصرف بود دا دشمنی چوکی دا مجد خلق و مجد ولس و مجد سپنجر و زوانان و مشرام سر چی پا کلی که او پلچک جوری جی پا کلی که او کلینیک جوری جی او تور تی جازان اول که گلستان یکی از ولسوالی های دوردست و ناامن ولایت فرا محسوب می گردد که مخالفین مسلح دولت به طور متداوم در آن ولسوالی حضور فعال دارند. باز هم خوش آمدید. مسئولان اجرایوی شهر جدید کابل قرارداد واگذاری 40 هکتار زمین در این شهر را برای ساخت یک دانشگاه بین المللی اسلامی با مقام های وزارت تحصیلات عالی به امضا رساندند. مقام ها در وزارت تحصیلات عالی میگویند ساخت این دانشگاه از سوی عربستان سعودی دو سال پیش وعده داده شده بود و پس از واگذاری زمین کاران به گونه رسمی آغاز خواهد شد. همزمان با این مسئولان شهر جدید کابل میگویند تاکنون تعهدات بیش از 6.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این شهر را از سوی بخش خصوصی دریافت کردند. مسافر قوقندی گزارش میدهد. وزارت تحصیلات عالی میگوید این دانشگاه با معیارهای بین المللی ساخته میشود و تا 5 سال دیگر کار ساخت آن تکمیل خواهد شد. مقام ها در این وزارت میگن هزینه ساخت این دانشگاه از سوی عربستان سعودی دو سال پیش در نشست کشورهای عضو سازمان کشورهای اسلامی در مصر تعهد شده بود. به خاطر ایجاد از این پاهنتون ابراز سند را که بین وزارت تحصیلات عالی سند ملکیت زمین بین وزارت تحصیلات عالی و پروژه کابل جدید به امضا میرسه که به این اساس ما میتونیم پاهنتون در اینجا بسازیم و پاهنتون یک پاهنتون بین المللی میباشه. از سوی هم مسئولان شهر جدید کابل میگن تاکنون 5 قرارداد بزرگ برای سرمایه گذاری در شهر جدید کابل با بخش خصوصی صورت گرفته است. این مسئولان میگن کشورهای کمک کننده نیز خواهان سرمایه گذاری های بزرگ در این شهرند. در حدود 6.5 میلیارد دلار سکتور خصوصی در امی 5 پارسل که امضا کردیم از 12 پارسل اینا سرمایه گذاری میکنن و همه از اینا آماده ازی هستن و دونرا آماده ازی هستن که بخیر در اونجا کار شروع کنن. ما در اینجا موافقتنامه یک دهکده تحصیلات عالی را در شهر جدید کابل انشالله امضا خواهیم کرد. همچنان امروز دومین دسته 70 نفری جوانان افغان برای ادامه تحصیل از سوی وزارت تحصیلات عالی به ترکیه اعزام شدند. گفته می شود هزینه تحصیلی این دانش آموزان از پولی پرداخت می شود که حکومت افغانستان برای ادامه تحصیلات دانش آموزان که نمرات بلند در آزمون کنکور گرفته اما به دانشگاه های دولتی افغانستان راه نیافتند. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا میگوید حکومت افغانستان مکلف به ایجاد رقابت سالم بین سرمایه گذاران و شرکت های خارجی و داخلی در افغانستان است. مسئولان در این نهاد میگویند بر اساس نظام اقتصاد بازار هیچ نهاد در افغانستان حق ندارد تا مانی فعالیت شرکت های بزرگ اقتصادی در این کشور شود. از سوی دیگر این اداره برای یک شرکت بزرگ هوایی کشور امارات در افغانستان اجازه فعالیت و سرمایه گذاری داد. تصمیم نهایی به دوش مستهلک است، اما حکومت نقششی است خصوصا وزارت محترم ترانسپورت که واز زمینه رقابت سالم فراهم بسازه و پروازار طور هماهنگ کنه که هیچ یکی از سرمایه گذارهای داخلی و خارجی متضرر نشه. و این هم قیمت بعضی از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازار کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 60 پول، یک یورو 79 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 542 افغانی. فردا
کابل آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 19 پایین‌ترین 8 هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 21 پایین‌ترین 8 مزار شریف آسمان نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 17 پایین‌ترین 7 جلال آباد آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 25 پایین‌ترین 14 و سرانجام شهر کندهار آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 23 پایین‌ترین 9 درجه پیش بینی شده است. با تشکر از همکاران بخش فنی و سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت، شب خوشی داشته باشید. خدا نگهدار. اخبار این ساعت